ماجرای خانه اصفهان تقریبا میشه گفت که خبر اول این روزهای فضای مجازی که از سمت معاندین و دشمنان جمهوری اسلامی داره برجسته میشه، به کرات داره تکرار میشه و مدام این گزاره رو تکرار میکنن که جمهوری اسلامی قرار جون سه تا جوان رو بگیره. گرفت دیگه و گرفت. جمهوری اسلامی جون سه جوان بیگناه رو گرفت. ابنه‌ای به اسم علی خامنه‌ای برای که محک بزنه جامعه، دیدی چه جوابی گرفت؟ دیدی؟ خواست ببینه خابیده این اعتراضا یا نه. جون سه جوان رو گرفت. ببین حروم زده، تو فکر میکنی خیلی باهوشی آشغال؟ این کانال آقای وطن توسه، همون آخوند نقاب بر چهره که وجود هم نداره، حکومت دستشونه، وجود نداره الان بیاد و چهره شو نشون بده. این ببین چه ترسوییه. حکومت اومد بیدین دوستان محک زد با اعدام آتئیست ها شروع کرد. علی خامنه‌ای امیدوارم زنده بمونه، خب اون چونش باید پاره بشه دیگه. خب بلک زده بدبخت، نشانه حکومت یه ابنه‌ای این دوستان. ابنه‌ای اینجوری انتقام میگیره، ابنه‌ای بدبخت اینجوری انتقام میگیره. این آشغال لایق حکومت، لایق کفشداری اون آستان قدس رضوی هم نبوده. بی‌ناموس تو روح پدر اون رفسنجانی جاکش که اینو گذاشت سر کار، این حرومزاده عقده کونی داره انتقام کونی که به نوروز سیبیل داده رو از مردم کل ایران میگیره. ما شروع کرد با کشتن آتئیست و حک بزن جامعه رو. جامعه اشتباه کرد و رفلکس نشون نداد. بعد تجزیه طلب یا قبلش، ببین دوتا اومد، ببین حرمزاد قشن مشخص امضا داره کارش که بعد ببینه چجوری جامعه واکنشش، بره سراغ یکی، بره سراغ همون درد اصلیش، یعنی انقلاب مهسا. خب حالا ببینیم بی‌ناموس چی میگه. ولی جامعه واکنش نشون داد، دیدی که دیروز واکنش نشون داد. خب منتها دیر بود، اشتباه بود، دیر بود. اصلا باید با خانواده های این زندانی ها برای مثلا رفتن به عنوان اینکه نگران حالشون، اصلا خونه، ببین پسر خاله، دختر خاله، ببین 100 تا نداره، یعنی 100 نفر نمیتونن تجمع کنن جلوی درب اون خراب شده تو اصفهان یا هر جای دیگه. اشتباه جامعه این بود که دیر واکنش نشون داد. نوشدارو پس از مرگ سهراب، سه تا جوان بیگناه و علی خامنه‌ای ولد زنا کشت. حالا ببین یکی از مامورین کونی ترسوتر از خودش چی میگه. وطنتوس، سعید وطنتوس، اسم فامیل جلی، چهرش هم که نشون نمیده. اصلا به اون طرف قضیه نگاه نمیکنن که جون سه نفر گرفته شده، سه تا خانواده داغدار شدن. بحث محارب بودن رو هم اگر کنار بذاریم، بحث شکایت شکات وجود داره. دروغت، این اولین دروغت. ببین وطن توس، این اولین دروغ تو. به این راحتی دروغ میگی؟ دو تا از اون سه تا خانواده رضایت دادن وطن توس، یعنی گفتن که ما نمیخوایم قصاص بشن قاتل. یعنی چی؟ ببین خانواده های گیگیری، یعنی تو خود سپس نگیگیری، یعنی چی؟ یعنی بسیجی. خانواده یه عقب افتاده، یه وابسته به نظام، کیان؟ ببین در کنه، فقط ببین تو کانال این کامنت های اینو بخونین. تو یه نظر مخالف نداری بدبخت. یعنی چی؟ یعنی جامعه دیگه با امثال شما هم کلام نمیشه، اصلا آدم حسابتون نمیکنه. این خطرناکه، بدبخت بیشور. وقتی اون خانواده ها رضایت میدن یعنی چی؟ دو تا از سه تا خانواده رضایت دادن. علی خامنه‌ای کونی همچنان مصر بر کشتنشونه. پس با حکم محاربه کشتین دیگه، حداقل دو تاشو رو با حکم محاربه کشتین. نه شما وطن توست، فقط ببینید چی میگه اینجا. ببینید رژیم بیشعور نفهم قرون وسطایی و آدمای بیشعورتر وابسته به خودش، مثلا تو کانال همین وطن توست چیا نوشتن. هنوز دارن اتکا میکنن به اعترافات. خب اومده، من اول فکر کردم داره درباره فایل تلفنی این داره صحبت میکنه، این مردی که بی‌ناموس که اینو پخش کرده رژیم. خب دون میپاشه تو مثلا مجوز بگیره از جامعه، نشون میده تلویزیونش، خب که از طرف گیگیریه خودش، آشغاله وابسته به خودش، اونا رو مجاب کنه برای کشتنشون. اعتراف اجباری. هنوز داره از با همین کار کرد میری جلو، یعنی بدبخت عقب افتاده.
یه زمانی میشه وطن توست، خب گیر میافتی اصلا نمیدونی از کجا داری میخوری، خب قلقلی که اونتونو در میرن آخوندا. صبر کن میبینی که هی داره وضع بدتر میشه. میتونین وضع خوب کنین؟ اگه میتونستین اقتصاد رو از این سقوط نگه دارین، من میگفت من حرفان پس میگرفتم. نمیتونید. منتظر یه جرقن مردم که حلقومتون بگین خیر خیرتون رو بجوان و این کارو میکنن، دیر یا زود این کارو میکنن. اومده من بگیرم مکالمه تلفنی، گفتم این رژیم مال این حرفا نیستش که تلفن اینا رو شنود کرده باشه مکالمش داره باشه. بعد فهمیدم این فایل رو از تو زندان اینا مثلا ضبط کردن. نمیگه باز این بیناموس، نمی توضیح نمیده این کجاست، تو بند نشستن. شما ببین چقدر مسخره است. خصوصی حالا یه عده اومدن گفتن آقا اینها رو نیروهای امنیتی زدن، یه عده اومدن گفتن که اینها اقرار نکردن از این حرفا. فیلمش منتشر شد، گفتن اینا اعترافات اجباری و فلان. فیلمش منتشر شد بیناموس، آخه یه چیز جدید بگو وطن توس. آشغال تو چرا ارن تو مغزته بیناموس؟ یه کلک جدید نمیتونی سوار کنی آشغال؟ یه کلک جدید بشین سوار کن. خب این اعتراف اجباریه، مشخص اعتراف اجباریه که ببین حتی انقدر بیشعوری این که سر و وضع اینا اصلا با عکسای سابقشون متفاوت. داغون شدن این 20 تا بچه، کونیای حروم زاده، موهاش آشفته است، فقط تو سر و صورتش نزدین که بخواین اعتراف بگیرین ازش، همه جاش زدین. خودش میگه اون بچه که منو زدن، انقدر زدن تا برم اونجا بازسازی کنم. خاک تو سر بدبختای فلک زده. آخه کونیا شمایی که میزنین، من میدونم چه کونیایی میزنن دیگه، بازجوها اینا کونیه برفترن. به خدا این کلمه رو من بی خود به کار نمیبرم، کونی میگرده پیدا میکنه، کونی میاد مثل علی خامنه‌ای سر کردشون. کونی عزیز خوب داره، این کونی داره انتقام از کل جامعه میگیره، اصلا براش مهم نیست. بارها گفتم من کنش های علی خامنه‌ای 90% اصلا سیاسی نیست، بستگی به اون کونش داره. کسی که با سعید طوسی توی خونه توی خیابون فاطمی شبا میرفت تا صبح با لباس مبدل که زن بچهش نفهمن، همونو که روح لازم رو میکنه دخلشو میاره، از همون جا میفته دنبال روح لازم که بگیرن بیارن اینجا بیعتبارش کنن و بکشنش. یه همچین کونی، این نیروهاش هم کونی هن، این خودش. آخه شما گیر مردم بیفتی اینی جاتون عوض بشه، جای بازجو با متهم عوض بشه. به خدا وطن دوست، وطن توست، تو یه سیلی نخورده کونه رو میدی، زنتو میاری بدی، باورت میشه؟ این بچه ها خیلی با شرفن، خیلی با شرافتن، همه خونوادهشون رو تهدید میکنین. ولد زناهای حروم زاده دسته یه اسلحه افتاده دسته یه موش کونی، به معنای اخص کلمه کونی. بازجوهاشون دیگه اصلا آمارش رو دارم، کونی بلفطرت میگردن از تو محله، اونی که اوب داره رو پیدا میکنن انتقام بگیره. نمیدونه اصلا واسه چی داره میزنه. بود که نادر نوری کهن، منو بس به نادر نوری کهن، برید گوش کنید، منو بس به تیر این لوله ناودون، دستم از پشت میرفت از دور. بازجو، این بازجو چه کون، ببین بازجو رو مجسم کنید دوستان تو ذهنتون، چه کونیه، کونده خاری، کونده پدری باید بشه. اصل کون هست یا نه؟ وقتی نادر نوریکان با اون متانت تعریف میکنه، میگه میرفت دورخیز میکرد، دو پا رو هوا بلند میشد تو شکم من، تو پهلوی من، بعد میرفت میخندید میگفت این آخرین فن بروسلی بود، هر میخندید. سر قبل یکی از این بچه ها هم اومدن عزاداری رو به هم بزنن، خندیدن. این نشونه کونیه. حالا بیا به من بود چرا به میگی کونی؟ نه اینا چیزن، اینا دشقیمام نن، اینا کونی هن، به حضرت عباس کونی هن، این نشونه کونیه. گفتم الان که بازجور حساب کنید، میگه جفت پا رو هوا بلند میشد، این از کجا میاره رژیم؟ میگرده کونی، یعنی خودش رو انتخاب میکنه دیگه، میاره دیگه، آخوند کونیه. وطن توست، تو بشکه رفتی یا نه؟ وجدان تو چیز کن، قاضی کن. ببین من دارم چی میگم، سعید وطن توست، تو بشکه رفتی یا نه؟ اون حوزتون کنکونک بازی هست یا نه؟ رژیمتون رژیم کنکونک بازی هست یا نه؟ در صورت که تو همون فیلم نکاتی وجود داره، یکی از نکاتش همینه، اینا قبل از دستگیری فیلم میگیرن، منتشر میکنن، اعتراف میکنن به این عمل مجرمانه. اینا فیلم کسخلن دیگه، نه مشنگن دیگه،
مشنگن دیگه، همه فکر کنم همه خودشونه فیلم میگیرن منتشر میکنن اعتراف میکنن. آره بابا دمتون گرم، شما پس چرا این همه مدت صبر کردی؟ این فیلم ها رو پخش میکردید دیگه، این همه جنایتکار اومدن نیروهای امنیتی کیونی ما رو کشتن. اما یه فایل صوتی اومده بیرون که اگر سر و وضع این بچه رو نگاه کنید، به ما موهاش رو نگاه کنید، آشفتگی چشم، حالت چشم رو نگاه کنید، این معلومه ضربه چهل. تو حتی این بیناموسه نگفتن یه شونه به موهاش بزنن، مشخص دائم این پنجه بازجوی هرمزاده رفته موهای این بچه رو گرفته کشیده و بهش توهین کرده. بابا در رفت که سپایل انقدر چونی، انقدر چونتون در چفت و بس نداره که فایل صوتی این صداتون هم در میره. دایی نیکا شاکرمی یادتونه بهش میگفت بهش کسافت عوضی، آخه اون بگوزه، اون لور خفن بگوزه، سبت بازجویتون میره، بازجوی کونیتون میره، شما به زورتون اسلحه هست کونی ها. این رو با هم مرور بکنیم، جزئیات جدیدی رو به ما میده که خیلی ریزبینانه. ببین چیکار کردن، اومدن ببین تو هرمزاده عقلش به کجا میرسه. خوشم میاد عقل ندارین آخه کونیا، اصلا نگاه نمیکنین جامعه چه دوریه. من ندیدم شبیه این، الان توی این دوره زمان دوستان توی کل دنیا یه همچین سیستمی وجود نداره که یه کشور به این بزرگی دست یه مش کونی نفهم افتاده که اینا استدلالشونه، هنوز مرغشون یه پا داره. بابا میگن عوض کن خوب اون کلک تو بلد نیستی، عقلت یعنی نمیرسه. باید بهش نگاه بکنیم، پس با دقت گوش بدید. و بعد از اینم یه نکته داریم که از همسر یکی از این هاست و اون فکر میکنم ماجرا رو دیگه تا حدودی روشن میکنه. آها دفتر این مثلا کلکی مثلا جدیده تو نرفتی از همسرش، از همسر یکی از اینها بر علیه خودش مثلا اقرار کرده، پدر یکی از اینها بر علیه پسرش اقرار کرده. خب همه اینا معلوم خر میفهمه دیگه، مردم و ملت مگه خلافکار بودن که اینا رو سابقه داشته باشه؟ شما میبین اصلا نمیدونه از کجا، از همه جا بیخبره، نمیدونه شما چه حرامزاده هایی هستین، چی تو ذهنتونه. بیا اینو بگو، بیا اینو بخون، بیا اینو منتشر کن، پسرتو آزاد میکنیم. دیدم خواهرش با یکی از سایت های داخلی گفتگو کرده، گفته که فیلم اون صحنه رو بیارید برای ما، مثل این میمونه که الان ما تو کوچه‌مون یه درگیری یا یه اتفاقی رخ بده، بعد مثلا همسایه‌ها بیان شهادت بدن میگن بله این آقا اومد اینو زد مثلا، بعد خانواده اون متهم بیاد بگه فیلم شما نشون بده. آقا احمق بی شعور، خب همسایه‌ها اومدن شهادت بدن، همسایه‌ها کو، یک نفر راضی نشده شهادت بده، هیچ کس نبوده، اینم دروغ داری میگی؟ کدوم همسایه اومدن شهادت دادن؟ ولد زنای بیناموس، تو که یه فیلم منتشر کردید تو شلوغی. ببین دوستان اینا این ستا بد شانسایی بودن که گیر اینا افتادن، فقط اینا سر پر شب بازداشت کردن. خب حالا ببین تمام ماجرا همینه، انداختن گردن اینا. خب حرامزاده کونی جاتون با ما عوض بشه، کون میرین شما بیناموس؟ این بچه خیلی با شرفن، اینو به خاطر خانواده هاشون قبول کردن که این بازی در بیارن. ببین چی، ببین مکالمه رو فقط نگاه کنی، گوش کنی مکالمه اینا رو. تو کوره، اینجا فیلمی وجود نداره تو این کوچه که. بله شاید یکی از همسایه ما مثلا جلوی در خونش دو تا دوربین گذاشته باشه، اما دو تا در اون ورتر ما رفتیم برداشتیم دیگه، فیلمی وجود نداره دیگه. این سه نفر رو، این سه نفر گیرتون افتادن تو اون کوچه. خب داشتن مثلا شعار میدادن یا مثلا یه تونه کوکتل مولوتو بی چیزی پخش میکردن طرف اون خراب شده تو. خب گرفتینشون دیگه. بابا بیناموسا شما داستان مجلستون هست، خودتون داعش شدین رفتین نیروی انتظامیتون رو کشتین، این سنت از نیروی انتظامی کار خوشون. ببین به این دقت کن این دوستان، وقتی دو تا از خانواده ها رضایت میدن میگن ما قصاص نمیخوایم، و این همچنان رژیم، یعنی چی؟ یعنی انقدر تابلو زاغار تزایی هست، میگه اصلا نمیتونه این بچه ها چیز باشن، مجرم باشن. نشون میده نه، و فیلم از کجا بیارم تو اون لحظه؟ آره. تو اون تاریکی شب، تو اون زد و خورد ها، تو اون فضای متشنج اختشاشات. پدست همین اون برای از اون ور حساب کن، تو اون فضای متشنج ببین چه بیشوری وطن توست، تو فضای متشنج تو از کجا فهمیدی اینا قاتلن؟ چون داره خودشون میگن، تو اعتراف میکنن، رهاشون کن تو آزادی، بیار اون یارو چیز حقوق بشر رو بیار کنار اون، اینا زیر چیز فشار نباشن، خونوادهشون تهدید نکن.
دست اگه میگی آبجیتو میگیرم بهش تجاوز میکنم، شده این کارو کردی ولد زنای حرام زاده. خیلی کیونین ولی کیونیا بد تاوانی میدن وطن توس، بد تاوانی میدن. خب میدونی چرا؟ همینطوری حساب میکنیم پیش خودتون که هر گوی خوردیم شد نگه داشتیم حکومت دیگه. خب این داره فریبتون میده، نقطه ای میرسه که دیگه هیچ بخششی مردم نمیکنن. این به نقطه ای دارید میرسید، انقدر احمقید، حالیتون نیست. اون رهبرتون کیونیه وطن توس، از تو کیونی تره، از تو کیونی تره. میدونی چرا؟ چون خیلی نفهمه، حالیش نیست، داره چی کار میکنه. به نقطه ای میرسونید که راه برگه اصلا دیگه مردم مهربان ایران، بارها تو تاریخ اتفاق افتاده، بارها گفتم مردم ایران مردمی هن، تنها مردمی هن. آبه این مغول ها همه جا رفتن، به همه جا هجوم بردن، تنها جایی که ازش فرار کرد مغول ایران بود. ببین چی کار کردن با مغول، شما که پهن مغول هم نیستی. اقرار متهم خودش کفایت میکنه برای اثبات جرم. اقرار متهم کجا کفایت میکنه؟ مادر جنده، زن خراب کونی بیناموس، بشکه یه حرومزاده که کسافت کارید شهره آفاق و انفسه توی بشکه های حوزه علمیه. بدبختی یعنی هر بچه ای میدونه چونی تو این فیلم ها، تو این سریال ها هم تو ندیدی چجوری پلیس اقرار میگیره؟ دوربین باید روشن، مقام قضایی جدایی از حکومت، نه اینکه علی طوسی باز حکمشو صادر کنه. این یکی، دوربین از روی سلول متهم آنلاین باید باشه، یه خاموش باشه دیگه، اون باید توضیح داده بشه برای چی اصلا هیچ کدوم از این بازجویی. اینکه متهم که اینکه مجرم این بازجو کی اومد دنبال متهم، از تو سلولش در آورد برد، ساعتشو باید ثبت کنه. دیدین نه کور خرد تو این سریالا، هم دوربین هست همونجا ضبط صوت روشن میکنه، میخواد میگه که این ساعت رو میگه، زمان رو میگه و بعد موضوع رو هم میگه. اون فایل ثبت میشه اون میشه مرجع، نه اینکه شما بزنی یارو رو رت و پارش کنی، هزار تا تهدیدش کنی، خانواده‌اش تهدید کنی، بعد بیاد خب اقرار، ننه منم باشه اقرار میکنه. خود کیونیت میاد میگم دست ببرن بالا جلو تو، دست ببرن پشت گوششون به عنوان بازجو، تو زنت هم میدیم میگی ننم هم بیاریم بکنی، همه چی هم میگم. حالا بریم این ویس رو با هم گوش بدیم، این صوت که اومده بیرون. این یک مشاجره ای هم هست که من فکر میکنم یه نفر سومی هم وجود داره اونجا که در ادامه یه مقدار میکنم. فکر میکنم دقت بکنید خودتون متوجه میشید. آره، به اون تیکه برسیم من عرض خواهم کرد که چرا من ادعای این رو دارم که نفر سومی وجود داره، چون اینا طبیعتاً توی اون سیر تحقیقاتی که حالا ضابطین قضایی داشتن، حالا میتونه بچهای سپاه باشه یا بچهای وزارت باشه، بچهای کونی وزارت یا بچهای کونی سپاه بودن دیگه، که با هم درگیرن. انقدر آشغال این رهبرتون که شعور نداره دو تا نیروی اطلاعاتی تو کشور موازی درست نمیکنن. گاو علی خامنه ای، گاو باجویی های شده از اینها دیگه طبیعتاً. آره، که اینا اقرار کردن، اعتراف کردن. بازجوییتون میم چجوریه که آخه بازجویی کونی مادر قبه، باید فیلم ازش باشه، بازجویی باید ازش فایل صوتی باشه، کسکشه بی همه چیز. و این بازجویی ها میتونسته انفرادی باشه، به خاطر اینکه اون مسائلی که وجود داره در شراکت جرم شاید بخوام با هم دیگه هماهنگی بکنن که حرفشون یکی بشه. شما صلاحیت این کارو دارید هستن، شما یه مش کونیتون نشورین، قاضیتون قاضی صلواتیه، کونی جقیه بابا، خارکسه جقیه. یه عکس تو زنه میگه عکس فیلمش در میاد که همون علی طوسی باز کونی برای که انتقام بگیره میذاره قاضی زم، پرونده زم. این نشون میده که این خارکسته بیشتر. چون بعضی دیدم مادن گفتن که آقا طبق قانون اقرار یا اعتراف علیه دیگری در یک پرونده قابل استناد نیست و قانون نیست و از این حرفا، اما از اون طرف دقت نمی کنن که مادر قضاست چی میگه اقرار قانونی نیست، برای که متهم زیر فشار روانیه. تازه اگه فشارهای جسمی و روانی که شما کونیا میروشو میارین و فاکتور بگیریم تو شرایط عادی می قانونی نمیگه. تازه قانون کونی اسلام، این قانون قضای شما بر پایه اون کونیه دیگه، کونی بزرگ محمد، این اسلامه. هنوز قانون شطوریه تو این مملکت.
معلم قاضی میتونه با توجه به امارات و نشانه هایی باشه آره. که از طی همین تحقیقات به دست اومده که یکیش میتونه همین صوت باشه. قاضیاتون، این قاضیه خوشکلتون، سلواتی، مقیسه، آره اینا، این کیونیا، همه اوب دارن دوستان، همه شون اوب دارن، همه شون فاسدن در اومده دیگه فسادشون. که اصلا قاضی که فیلمش در اومده، فیلمی در اومده که داره با زن شوهردار میگه که عکس سکس، فیلم سکس تو اصلا من لخ شد نوت کن به قول معروف برای من، این چجوری دوباره صلاحیت داره که تو یه قضاوت دیگه؟ این فیلمش در اومده که بیناموس، یعنی به همین صوت میتونه استناد بکنه اون قاضی، بگه آیا شما این حرفو زدی یا نه، شما این چیزو گفتی یا نه، شما به هیچ صوتی، به هیچ نوار صوتی یا فیلمی هنوز، دوستان عزیز برید از دیدون حقوقدان بپرسید، به هیچ نوار صوتی نمیشه استناد کرد، دقت کنید، استناد نمیشه کرد، میشه بهش اشاره کرد در پرونده، فقط اشاره کرد، بر طبق اون اصلا نمیشه رأی نمیده. یعنی قاضی میگه که این اینا هم در، یعنی اون وکیل مدافع اون کونیا که کشته شدن، خب بیاد بگی که اینا هم هست، بعد کجا گرفتن این صوتو؟ تو زندان. ببین چیا میگن این دو تا به هم، کارو کردی یا نه؟ بریم وایس رو هم گوش بدیم، نکاتی داره، من نکاتش رو خدمتتون عرض میکنم. تو همون شرطه تو گوشه در آوردی به صالحی زنگ زدی، صالحی گفت سه نفرشون مردن. اینجا سوال برای تو مخاطب پیش نمیاد که چه ربطی داره، چرا یه نفر باید پیگیر این باشه که کی کجا چرا مرده؟ بله یه موقع شما مثلا تو محلت، آره چرا پیگیری اون باید بشه؟ اصلا فضای ساختگی دوستان، کدوم دو تا دیوونه ای هستن که اول اینا چرا با همن ستاشون؟ خب گذاشتیم با هم دیگه فیلم ازشون صدا ضبط کنید دیگه، خب و اینو بهشون دیکته دارید میکنید که این فیلمو بازی کنید، حرامزاده های بیشرف، قشنگ مشخصه اینا، یعنی با هم دیگه درگیر میشن. خب بعد توی زندان با صدای بلند، صدا رو ببین اکو میشه، ببین که فیدبک داره صدا، میبینید صدا مثل صدا اکو میمونه، خب داره ازشون صدا ضبط میکنه و اینو بلند بلند از اسلحه، نوع اسلحه و هیچ خری، ببین خرهایی مثل اینایی که تو کانال تو کامنت نوشتن، اون کسکشا باور میکنن، مادر قوا انت مغزشونه، وطن توست، همسایت از دنیا رفته، زنگ میزنی به اون یکی بچه محلت بهوزی فلانی برای چی مرده؟ بعد که مکالمه است، تو مال مکالمه ضبط کردنی، من اول فکر کردم این مکالمه است اینو داره میگه، بعد برگردون دارم نه چه کسکش تو زندان ضبط کردن اینو، عجیب میشه ماجرا. یه مثلا من دیشب دیدم سالم بود، فلان بود، یه ماجرای مشکوکی بوده دیگه، مثلا یه تیراندازی شده، قابل استناد این؟ فرض کن یه همچین چیزی باشه، وطن تو سکشونی، من زنگ زدم میگم تا سه نفر مردن، تو میتونی به همچین چیزی استناد کنی؟ چرا تو زنگ زدی به فلانی گفتی این سه نفر مردن؟ من میتونم تو اون اقتشاشات فقط باشم، فرض کن اصلا اینا درست باشه، فرض محال که درست نیست، مشخصه. حالا تو مرگ طبیعی شاید زیاد شما اصلا پیگیرم نباشی اصلا، ولی یه وقت بگم آقا مثلا تیراندازی شد فلانی مرد، شما برات معما میشه، زنگ میزنی میپرسی. اما وقتی دو سه نفر دیگر اصلا نمیشناسن، چرا باید زنگ بزنن پیگیر بشن میگن آقا؟ فرض کنی حرف تو درست باشه، وطن تو سکیونی وشکه ای، آشغال این، برو از حقوقدان، یه حقوقدان بیار، مگه کانال تلویزیون چیز نیست، یوتیوبی نیستی، شفاف تیوی، مسلمان تیوی مثل من نیستی که، باید یه حقوقدان بذاری کنارت مستقل، نه اینکه از رفقای خودت باشه، اینو بهت بگه قابل استناد نیست که تو زنگ زدی، اگه تو مکالمه باشه، این مکالمه نیست که، اینو که تو زندان ضبط کردین که مادر قبه ها، که مال این حرفا نیست شما مکالمه ضبط کنی، اگر مکالمه باشه این اصلا قابل استناد نیست، میگه چیزی من زنگ زدم گفتم که دیشب شلوغ شده بود اینجا سه نفر مردن، خب ممکنه این مکالمه بین 500 نفر دیگه هم برقرار بشه، همین حرفو بزنن همشون رو بگیری، قابل استناد نیست اصلا. چی شده بعد طرف بگه شواهد و ادله کافی باید باشه، شواهد و ادله کافی باید باشه، این قطع حکومتی ما در جنده، معلومه اینا بی گناه بودن، نفر مردن
یعنی تو یه دغدغه و نگرانی داشتی به یک مسئله ای که به عقل این بیشور ببین تو دغدغه و نگر چون دغدغه و نگرانی داشتی زنگ نزده که کونی تو زندان داری این حرفو میزنی که تو گوشتی تو دهنش تو داره مربوط میشه اینجا گفتم اگر همسایت باشه اینها طبیعیه اما تو یه جایی که اصلا به تو ربطی نداره ادعاتون اینه دیگه میگید آقا اینا اونجا نبودن کاری نکردن فلان باش قبول تا اینجا قبول اما این که تو برات مهم میشه که اونا چی شد چه بلایی سرشون اومد چه اتفاقی براشون افتاد میبینید چه بی‌ناموسیه میبینید داره به فایل ساختگی که خودشون تو زندان هیچ خری هیچ ابلهی فرض کنیم بنده‌های خدا که از دنیا رفتن انقدر ابله بودن که همچین درگیری مشاجره تو زندان انجام داده باشن تو ازشون یه فایل ضبط کرد اصلا همین که فایل ضبط کردی قابل استناد نیست اینا هر چیزی میتونستن با هم دیگه بگن قابل استناد نیست تو باید ادله داشته باشی که اینا اون شب این کارو کردن یا نه به چه دلیلی نمیگی سه نفرشون مردن این جوابو میشنوی و این نگرانت میکنه این نگرانت میکنه که حالا در ادامه همین خودش رو نشون میده این حرف من قابل اثباته که این نگران میشه خب چی میگه گفت آقا داداش شیدون زابود داداش شیدون زابود داداش مرون زابود میگم تو عاقل تو عاقل زیر نویسی تلویزیون زده تو بسالهی میگه زین عددی دمی نگهبانی تو میگه به تنتا مشاوره و به تن فردی زین عددی گفتی دوربینا را در دمی نگهبانی که با هم اومدی میگه به صالح زین عددی که برگشت گفتی صالح چی تو شده گفت آمبولانس اومده سه نفرشون آورده ببین دوستان ببین هیچ خری همچین مکالمه‌ای رو انجام میده هیچ احمقی همچین میکنه فرض کن این داره با چه بازی میره جلو با بازی این که ما این دو نفر رو خب ازشون جدا جدا احتمالاً مثلا این بازی هم نکردن شعور اینو ندارین ما در قوا که جدا جدا از اینا بر علیه هم دیگه چیز بگیرید اینقدر ابلهید که بعد حالا واسه همدیگه رو کنی اینا بیاین اینا بذارین توی یه چیز که این مکالمه طبیعی بین خودشون باشه که حالا با هم درگیر شدن خب نفر سوم کجاست؟ یکی ستا رو نکشتی دو نفر دارن صحبت میکنین با هم اینقدر احمقین شما باز اینجا نکته داره ده. میگه تو به چند تا مشاوره زنگ زدی به چند نفر دیگه زنگ زدی گفتی دوربینا رو درارین یعنی چی؟ یعنی من یه کاری کردم ترس افتاده به جونم استراب و استرس دارم زنگ زدم به مشاور زنگ زدم به وکیل زنگ زدم به کسی که کارشناسه زنگ زدم به کسی که فکر میکنم میتونه کمکم بکنه آخه بیشور این چیکار است که بتونی دوربینا رو در بیاری تو جالتر میگه که دور اول مگه نگفتی دوربینی نیست فیلمی نیست شلوغه همه جا آشفته است این چرا باید بگی دوربین در بیاری میگه سه نفر اومدن سه نفر با آمبولانس بردن خب هنوز یعنی به گردن نگرفته باز این بنده خدا توی اون مکالمه که داره باز شما بازی میکنه بگه مردن میگه بردن مادر قوه حروم زاده بعد این با چه مشاوریم رنگ بزنه که بریم دوربینایی مثلا فلانجا رو در بیاری مگه نمیگه خونش دور بوده مال اون محل نبوده مثلا میگم اگه اونجا دوربینی چیزی بوده باشه ما رو گرفته باشه مثلا ما محکوم میشیم فیلم سند حساب میشه تو مغزت من ریدم خاک تو سرت کنن سوالاتی از این دست میدونی چی میخوام بگم یعنی این نگرانیه جوری این آدم رو به واکنش واداشته نگرانیه برای گیگیریاش داری میگه برای ما عقب افتاده ها داری میگه نگرانی که کاملا فیلمه خب انقدر زدن اینا رو انقدر بعده دادن که به خانوادتون تجاوز میکنیم جسد مثلا بچه برادر کوچیکت کجا پیدا میکنی سالها بعد استخوناش رو زیر خاک پیدا میکنی کردن این کار رو دیگه هرون زدن مادر جنده بی وجود آشغال رفیقات نوشتن بدتر تو سکیونی به اقرار خودتون 400 تا 450 نفر و مردم دستخالی کشتن گاییدن کشتنشون خب چرا بقیه شون که نتونستیم بگیرین دیگه حداد عادل چی اومد گفت گفت موضوع اصلی اینه که شواهدی وجود نداره واقعا اون نشه اومد اون حرف رو زد لوتون داد حداد عادل شما فقط گیر دادیم به 3-4 تا چرا؟ عجمیان تا حالا 5-6 نفر واسه عجمیان کشت برای اینکه ابله کونی آخوند ابله هم هست علی طوسی باز بی‌ناموس ابلهه اینقدر حرومزاده به انتقام فکر میکنه نداره دیگه شواهد نداره دیگه این کسشه را ردیف میکنه به چند نفر زنگ بزنه خب چه لزومی داره من اگر کاری نکردم به چند نفر زنگ بزنم
و بپرسم بگم آقا چی شده، قضیه چیه؟ ترس کن درست باشه اون مکالمه، خب مکالمه خودشون باشه، باز اینا قابل استناد نیست. چونی میگم حقوقدان باید بیر بذاری کنار خودت. من باید چی کار بکنم الان؟ این نگرانم دیگه، نگرانم اون وحشت دیگه. اون ترسم افتاده به جونم که من آخه وحشت افتاده به جونم. خب رژیمی که جلوی در مجلسش دو قدم اونورتر مأمور سپاهش رو میگیرن میکشن، انش میکنن، کوچکترین اثری از خودشون مأمورای موساد بر جا نمیذارن و میرن عملیات هرچی انجام دادن کاملا موفق، 100% موفق. این رژیمی که عجمیان هنوز نمیدونه کی کشته، قاتلش داره، من مطمئنم قاتلش داره ول میچرخه. خب این مادر قهوه هر کی اونجا تو اون محدوده بوده دوربینا رو نگاه میکنه، مثلا هر کی... اصلا همون موقع گرفتنشون یکی 500 متر اونورتر داشته شعار میداده گرفتنش. رژیم مادر جنده‌ای که این ور تظاهرات به هرمزاده بسیجی ساچمهیش میگه که یارو که داره خرید میکنه رو بزن، تو پیاده روی نفر میزنه. هر لحظه است من رو دستگیر کنم، باید چی کار بکنم؟ رژیم تو میتونه کسی رو دستگیر کنه؟ میتونه با شواهد کنار هم بذاره یکی رو بازداشت کنه؟ مادر قهوه بی ناموس، چند تا پرونده واسه بیارم که در نهایت مردم اومده مردم سر مردم رو شیره مالیده، مثل اون کارگر چیشی بود توی شیراز که اعدامش کردن با چاقو زده یه رو مامور انتظامی. ببینید که ماموراش هم چه فاسدن، ازش مایه گرفته بود ببینم ماشینش رو واسه چیز کنه یا نه، هی امروز اون روز میکرد بدبخت یه کارت با استخونش رسید چاقو کشید واسه یه رو میره توی یه دونه باق قایم میشه. خب نمیتونن پیداش کنن، ببین تو جای کوچیکی مثل شیراز نمیتونن اینو پیداش کنن، تهش لو میده اون مامور کونی نیرو انتظامیشون که از محلی ها پرسیدیم، یعنی این محلی ها رو خر کردن. خب که چی این بابا قاتل زده مثلا، ببین بچه این نیرو انتظامی ها رو واسش میارن، ببین این بابا اینو کشته. خب مردم نفهمی بیشور حساب نمی کنن که این رژیم فاسده. خب میان آمار میگیرن، این مردم محل آمار دارن، ببین آمار این مامورای جمهوری اسلامی اینجوری در میاد. اصلا مال این حرفا شما پلیس ندارین که یه جاکشم بی‌ناموسه چوپون. زود دست به کار بشم از همون لحظات اولیه، اول آمار بگیرم آقا چی شد، اون چند نفری که اونجا بودن چی شد، چه اتفاقی افتاد، 3 نفر مردن، استرس بیشتر شد. خب زنگ بزنم به مشاور، به وکیل. آقا من با جاکش تو اینو همون شب گرفتی، آخه کس کشه دروغ، اینو همون شب گرفتی این ستا رو، بی‌ناموس خر خودتی، بی‌ناموس حرامزاده. تو اگه 2 روز 3 روز بر اینا رو گرفته باشی باز یه چیزی، همون شب اینا رو گرفتی، این بدبختای بدشانس اون شب گرفته شدن، همین بازداشت شدن. علی توسی باز کونی بی‌ناموس، اون رهبر کونیت، قانون قضاش هم اینو چجوریه که به 3 نفر بازداشت کردی، اون هم 3 نفر هم نگاه دقت کنید دوستان، اونا 3 تا کشته دادن از این جاکشه مادر جنده، میگه 3 نفر رو باید بکشم. خب این چقدر احمقه، دقت کنید به این، 3 تا کشته داده میگه 3 تا رو باید بکشم حداقل، 3 نفر بیگناه پیدا کرده میکشه. اصلا نمیگی گلوله چیه، از کجا شلیک شد، گلوله که تو بدن اینا رو نشون بده، داستان کلاش چی، مگه دست هر کسی کلاشینکوف هست، از کجا میاد، خودیاشون میزنن، نشون دادم بارها که خودیاشون میزنن. چونیه پدستک تو ایزه، مگه بچه رو نذاری، بچه 9 ساله رو بستی و بهش گفتی دور بزن، دور زدی فرستادشون تو لونه زنبور ماشینو، بستی ماشینو به رگبار، خواستی که شهرون زده بگیرن کیون وسط نمیذارن وطن توس، حالا بشین گوخوری کن، خیال میکنی استدلالت چیزی عوض میکنه؟ تو اگه تو کانالت فلس شاهد مدعای من، این توی کانالت اگر تو نظر مخالفی پیدا کردی، این اومده باشم با تو بحث کرده باشد، اون وقت میتونستی مثلا میتونستی گول بزنی کسی رو. منم اومدم فوشت دادم چون میخواستم این ویدیو رو درست کنم، 4 تا کامنتتان دیدم، نمیگوش کونی نشستن چی ارتوپر چکار بکنم، توی مخمسه گیر کردم، شما میتونید منو کمک کنید؟ همون شب میتونه این باشه دیگه. به غیر از این برای چی مثلا آدم باید زنگ زده باشه؟ این دیگه اون فیلمه نیست بگی اعتراف اجباریه ها، این یه مکالمه است، یه مشاجره است که رو در رو شدن. آفرین باهوش، آفرین. این مکالمه رو کجا گرفتی؟ تو محدوده زندان. 3 نفر متهمن، 2 تاشون دارن با هم دیگه مشاجره میکنن،
نفرت مشاجره با صدای بلند، دائم تو حرف اسلحه، از اصله چقدر بیشوری جمهوری اسلامی. ببین من اگه مغز خر خورده باشم، حتی اگه این کار کردم توی زندان، بخوام با اون همکارم که آدم کشتیم، آشغال کشتیم، آشغال نیروی انتظامی کشتیم، انو کشتیم، مادر جنده رو دوتا ضریب کشتیم، فرض کن کشتیم، حرف از اسلحه و مدلش دیگه نمیزنم. کونده خار حساب آروم حرف میزنم، آروم میچسبم در گوش رفیقم، آروم حرف میزنم، نه این تو بلند مادر جنده های بیناموس خر فارکس های نفر. برای همین میگم یه نفر سومی وجود داره. بازم گوش بدی. مشاوره و به طعنه فردی زین عددی گفتی دوربینا را در دمینه گهوانی که با هم بدی میگه به صالح زین عددی که برگشتی گفتی صالح چی تو شده، گفت آمبولانس اومده سر این صدا. آخه کونی مادر قبه این صدا جوری که تو راه رو میپیچه. کجا دارن صحبت میکنن اینا؟ تو بندن؟ آره بند به این ساکتیه؟ خیلی ساکته بند ها. ساعت چنده؟ بگم ساعت 2-3 نصف شب داشتن اینو با هم صحبت میکردن، خیلی ریلکس، بگم مثلا تو پارک دارم با هم دیگه حرف میزنن. فرشنو برده، گفتنه فرشنو برده. آها نه مرده، برده، یعنی میخواد تقلیل بده به اینکه برده. اصلا برده به تو چه ربطی داشته؟ تو چرا باید میپرسیدی؟ چرا برای تو جای سوال شده که اونا تکلیفشون چی شد، اوضاعشون چی شد، کارشون به کجا رسید؟ که بعد معلوم شه که این وطن توس کونی نفهم نشسته این ویدیو رو درست کرده، این مثلا خودش رفته توی چیز فضای قضاوت. بابا کونی 17-18 که مثلا کونی تو رو نگاه میکنن، حد دقیقا یه خود شعور داشته باش و برو یه نفر مشاور برده بیار. شهید شدن دیگه، جونشون رو از دست دادن به خاطر این تیراندازی که شده، گلوله هایی که خوردن جونشون رو از دست دادن. گلوله ها چیه جنسش؟ ادامه‌ش هم گوش بدید. کلتی تو ماشین در رنگ وردی گفتی سیدی کلت گیر کرده. میگم آقا صبر کن صبر کن، اسلحاتو کجا بود اون موقع؟ اسلحاتو کجا بود اون موقع؟ جون من نگاه کنی خرن چقدر مادر قبه ها. کسایی که این همچین تر ریختن چه مغز انی دارین شماها؟ کسکش معلومه به خودتون حکومت نمی کنید دیگه، مشخصه شما مغزتون انقدر انه. اینجوری آخه نشستین یه سناریو درست بنویسین؟ یه نفر بیشعور نبوده که به شما بگه آقا، یه نفر شعور داشته باشه به شما بگه آقا اینا اگه قراره با هم مکالمه کنن یه نفر صداشون رو ضبط کنه، اولا کجاست این مکالمه؟ بچه داد دارم میزن. بعد کسایی که همچین جنایتی کردن از اسلحه صحبت میکنن، کم دیگه لو بدن اینجوری داد بزنن که چی بشه؟ هسته توشون هم که بعد میکشتین که همون کلاش دستت بود دیگه، کجا بود؟ کلاش دستت وقتی من اومدم شد کجا بود؟ کلاش که مال سپاهی که وطن توس، چجوری دست اینا افتاده؟ چی تو اومدی پیش من؟ که اومدم زنگم زدی گفتی بیا دنبالم، رفتم اومدم دنباله، اسلحه ها رو دادم بردن آقل. اسلحه ها رو دادم بردن آقل. اسلحه ها رو بردم دادم آقل. آدرسش هم داد. ببین همه چی اصلا دارم فیلم بازی، تو فیلم سینمایی هم اینجوری نیست به خدا. تو مغزتون ریدم حرم زاده های ان، فکر میکنید که دارین مثلا چیکار میکنید؟ واسه کی دارین این بازی دارین؟ واسه اون منگولی ها عقب افتاده ها؟ بابا اون خانواده منگول هم که بهت گفتم که انقدر زایه بودین شما، انقدر مشخصه. ببین سه تا رو کشته داده خب خودشون کشتن، حالا سه تا رو میخواد اعدام کنه دیگه. ببینید چرا حرم زاده است؟ این نگفته حالا 4 تا یا 2 تا پیدا کنن، 3 تا رو 3 نفر کشتن. علی خامنه ای کیرم تون ناموست به دستگه انوی شرف آشقال بی ناموسه بی همه چیز، اون ملخ 4 دست حروم زاده، این ملخ 4 دست میمونه تو سریال نیکو، کارتون نیکو. اینجا داره اعتراف میکنه به وجود اسلحه. خب ادامهش باری چلا تویی که تیر اندازی کردی، کلاش دست بوده، اسلحه دادی بردن. اینجا داره تایید میکنه و میگه که تو کلاش داشتی. چقدر قشنگ ساختین اینو وطن توس، مادر جنده، چه قشنگ اینو ساختی. کیرم تو مغزتون بی ناموسه حرم زاده، همونی که رای پیپور میگه که یارو مگه فیلم ساختن که مثلا میرن این یارو چیزه رو میکشن، اینی که اختلاس کرده رفته کانادا رو میکشن خاوریو. بعد رای پیپور میگه شما که فیلم ساختیم، بریم عملیاتش انجام بدین دیگه، مغزتون انه توش وطن توست.
منی که به قولی خودت حالا با کل تیراندازی کرده نجسه بودیم، ما اسمی میخواییم از کسی دیگه بیاریم. میگه کل تا تو ماشین در نمیم چه بنده خدا ما اسم ببینیم اصلا هم رو نوشته میخونه کارکسته خره بینه اوست رو نوشته میخونه باشه مشخصه ما نمیخواییم دیگه اسم از کسی دیگه بیاریم. تو کیونی سه تو کیونی حرم زاده بالا سرشونه. نفر سوم کجاست؟ انگار احتمالاً انقدر زده بودن حالا نداشته اون بچه حرف بزنه وسط این سه تا. سه نفر مگه نبودن؟ این دو تاشون با هم کار بودن. چه سناریو خوشگلی روز کردین. ای وردینشونی مادر جنده وطن توس کیونی آخوند تو که میخوای بکشی مردم که نیستی بگی آقا من میخوام بکشم به خاطر محاربه میخوام بکشم. سه نفر گرفتن. قاتل این ستا نیروی انتظامیشون 100% خودشون بودن. وقتی حرف از کلاش میاد سپاه زده نیروی انتظامیشون کشته. عددی خب مهمترین مسئله اینجاست که چرا تو خانواده گذشت میکنن میگن قصاص نمیخواین. همچنان اون کیونی توسی باز علی خامنه ای کیونی نشونه های کیونی بودن اینه وطن توس قشنگ میزن. من روانشناسی کیونیگری رو میتونم کتابشو بنویسم. اینقدر شما کیونی ها رو خوب میشناسن. بده میگه نگفتی سیدی گیر کرده گفتم سعید این کتیه صاحب کن من دارم اینو به شما میگم. یه کل تو درآوردی نشون دادی به من میگی که این چرا گیر کرده بعد میگه من نگاه کردم تیراش خالی شده. بابا گنگستر خوشگل تگزاس یه دفعه دیگه تگزاس این بچه ها از کجا کل تا بردن کلاش از کجا آوردن باید بری ببینی این بچه ها چجوری بوده زندگیشون تو حالی گنگستر بودن یه دفعه چرا شب گنگستر میشن. هیچ جایی مسلحانه نشده اونجا مسلحانه میشه. برای چی؟ برای اینکه مردم ریختن کوکتل مولوتوف میزن و اون خرومزاده هایی که توی محاصره شدن توی پاسگاه نیروی انتظامی. پاسگاه بود کجا بود؟ خونه بود؟ میگن خونه اصفهان هر جایی بود. خب چرا اون ستا مامور نیروی انتظامی جاکشون داشتن شلیک میکردن به طرف مردم. خب کوکتل مولوتوف اینا نمیتونن جمع جور کنن میان سه نفر رو میکشن از خودشون. خب هر چی بازداشت کردن میگردن گلش رو پیدا میکنن انتخابیه دیگه این بازی در بیرن ستاشون رو اعدام کنن. براتون مقدمه چیدم که میاد آتئیست اعدام میکنه اول میاد بعد میاد اول جدایی طلب اون اسیوند اعدام میکنه اسیوندو بعدش ستا آتئیست رو میکشه. خب داره محک میزنه جامعه رو. ببینه مردم باید اون موقع میریختن تو خیابون خب که جون اینا یعنی بچسبن به دیوار اون زندان. بعد میبینیم که خب چونی اینجوری دیگه چونی اینجوریه. چونی میگه خب حالا برم سراغ اصل کاری انتقامم رو بگیرم. علی خامنه ای چونی ای کاش نوروز سیویل زنده بود. یکی از کنکناش بود وطن توس یکی از کنکناش بود فکر بسترتون کنن همه تون مورد که اونو دارید. تیرش خالی شد یعنی شلیک شده که خالی شده دیگه شده. بعد در ادامه که راستشو بگم انگار داره نفر سوم رو مخاطب قرار میده. چرا این حرفو میزنم ادامهشو گوش بدید. راستشو بگم آره به ناموسم به زونی به سخارم کنم میخوام دنیا نباشه کلتا تو ماشین در آورد گفت کلتی من گیر کرده نگاه کردم کلتش خالی شده بود. این دقت کن دوستان نفر سوم اصلا نیست اینا دارن درباره اون صحبت میکنن. خب کلتش خالی شده بود بالاخره کلت بود وطن توسیا کلاشینکوف بود. نکتهش دقیقاً همینجاست. این دو نفر داشتن با هم صحبت میکردن همدیگر رو خطاب قرار میدادن اما به جایی میرسه که میگه کلت رو تو ماشین درآورد کی؟ سعید یعقوبی. گفت کلت من گیر کرده نگاه کردم کلتش خالی شده بود. کلت کی؟ سعید یعقوبی. خب یه دیرم تو ناموس سعید وطن توس که اسمش کشته سعید وطن دوست وطن توس کیرم تو اون ناموس بی ناموست بی ناموس و بی شرفت حرومزاده ولد زنات ننه جندت اون پستونش آتیش بگیره خار کن کستش آتیش بگیره که تو کستش ازش زدی بیرون وطن توس. قبل تر 30 ثانیه قبل تر اون داره میگه که کلاش و فلان این قبول میکنه. این اینجا داره میگه که کلت تو ماشین دروردی دادی با من میگم خالیه و داره الان به نفر سوم دوباره توضیح میده میگه کلت تو ماشین در آورد گفت کلت من گیر کرده نگاه باشه پسر خوب چقدر قشنگ بود. نیم کلمه تو زندان هیچ جای دنیا شنیدین تو رو به خود به طالب شنیده بودین دوستان
مکالمه دو تا زندانی که مجرمن که مامورای حمله به ماموری دولتی کردن، مکالمه‌شون رو تو زندان بیان بزنن اینجا پخش کنن. ببین این چون این جز آخوند این کار انجام نمیده. کدام نم کلتش خالی شده بود. کلتش خالی شده. پس الان با طرف مقابلش حرف نمیزنه. داره با یه شخص ثالثی حرف میزنه. شخص ثالث کیه؟ اون یعقوبیه. چرا نیست اینجا؟ که این احتمال متصور اینها در جایی به غیر از سلول انفرادی بوده باشن، دارن با هم حرف میزنن. چرا؟ یه نفر سومی هم اونجاست، مثلا یه متهم دیگه هم اونجاست. مثلا شما که اینا چند ماه انداختی هر کنون انفرادی، چطوری این اونش بند کجاست؟ غیر از انفرادی ما در این چه سوتی داد؟ غیر از انفرادی کجاست که اینقدر ساکته؟ که چه فضای خوشگلی درست کردی؟ ساکته؟ بند اینقدر ساکت نیست که اگه شب باشه همه صداشون در آقا بخوام بخوابیم، ساکت باش. اینجوریه بند. بند نمیدونی چیه وطن توس؟ ریدم تو اون مغزت بی ناموس حرامزاده. فکر اینجاش نکردی؟ اصلا فکر میکنی شما مادر جنده ها میان می نویسن دیگه این کسکش های گیگیری عقب افتاده از جنس تو؟ چونیا میان می نویسن یه دونه کامنت ننوشتن اینجا داره. ببین یه منطق توش باشه، حاک فرما باشه. کونی هن همشون نفهمی بشه. ان تو مغزتونه. تو وقتی سرکردی که سرکرده هاشونی مغز متفکر آخوندی دیگه، مادر جنده. تو وقتی این مغزت اینجوریه، اینو باید یه جایی غیر آخرش یو یادش میاد، اینو باید یه جایی غیر از سلول انفرادی باشم. پس توی چه بند عمومی هم درسته؟ بند عمومی چه ساعتیه که اینا دارن بلند بلند حرف میزنن، صدای هیچ کس نمیاد؟ تو مسترا هن؟ آره؟ کی داره صداشون رو ضبط میکنه؟ خوشگله. از کجا فهمیدی که همچی حرفی میزنن؟ باقیش هم که دیگه اناگو خیلی هم طولانی شد دوستان عزیز، فقط بشناسید این حرومزاده ها رو. برای رفیقات هم نوشتم، دو تو کامنت کشتم و رفیقای کونیت هم نوشتم، آشقالایی که واسه تو کامنت میذارن آشقال تر از تو هم حرومزاده. خب کارو به جایی میرسونید؟ خودتون به اطراف خودتون 400 نفر مردم کشتن تو این داستان انقلاب مهسا. خب 400 نفر رو 450 تا ازتون کشته شدن. خب دست خالی. وای به روزی می شعاراشون چی بود مردم جمعه؟ وای به روزی که مسلح شویم. خب شما کارو به جایی میره. ببین این خط این نشون یادت باشه اگه میشنوی صدای من، کارو به جایی میرسونی که برای کشتن شما و از هم مردم سبقت بگیرن، آخوندو بیارن وسط میدونشتر لاشش کنن، بسیجی بیارن نه نشو بگن وسط میدون شهر و برای این با هم دیگه رقابت کنه. ببین کارو به اونجا میرسونید. یعنی اینکه حرومزاده های نفهمی هستید، نمیفهمید بغض جامعه چقدره، چی کارتون دوست دارن بکنن. خب مردم مهربونی هن هنوز، شاید هنوز شما رو بعضیتون رو ببخشن، شما حیوان های نفهمو، ولی کارو به اونجا میرسونید. این خط این از من به تو نصیحت بود. ادامه بده. اون چونی همه تونه به گا میده، اون کونی علی خامنه ای داده همه تونه به گا میده. داستانم فقط کون، فقط تنها چیزی که براش مهمه کون نشه. الان کونش بلبلک میکنه که بره یه دونه خونه دیگه بگیره با سعید توسی تو اون سن و سال بخوابه. خارکوسه تو اینو باور نمیکنی که؟ خب خیلی تو کانال منم باور نمیکنم، فکر کنم دارم بهش توهین میکنم. بی ناموس رهبرتون کونیه. شب روزگارتون خوش.